استاد عزیز سلام. سوال دیگه است که عزیز گفتن که جناب استاد اگر کسی بدنش را خالکوبی میکنه آیا نمازش به نزد الله متعال قبول میشه و یا خیر؟ این خالکوبی کردن یا تتو کردن در اسلام جواز داره یا نه؟ خیلی سوال مشهور و اکثر جوانای عزیزی ما را میبینی که با این مبتلا است، خاصتا او جوانایی که در میدانهای ورزش ورزش میکنن دیگه و دیگه با این حتی در دختر خانم ها این رواج شده هست. اینا اول خدمت شما عرض بکنم که یکی نفس خالکوبی، یکی ادای نماز. نفس خالکوبی برای مرد زن درست نیست نزد اهل سنتی والجماعه. پیامبر بزرگوار علیه السلام بیان کرده در حدیثی که خیلی مشهور هست و در اون مورد لعنت قرار داده سیره. کسی که خالکوبی میکنه خودش و کسی که ایره خالکوبی میکنه و کسی که مویه ها را به اصطلاح میکشه، مویه های را به اصطلاح یا ابروچینی و غیره را، ایره مورد لعنت قرار داده است پیامبر گرامی علیه السلام. و همان خالکوبی که ذریعی سوزن ها آره شرکت ها و کمپانی های بزرگی ساخته شده است که رنگ در او داخلی پوست میکنن و بعد از او با یک نشان خاص و با یک دزین خاصی او میمانن. این مسئله یک کمک تفصیل داره. در 1990 همین مسئله یک فرهنگ بزرگی برای پیروان مسیحیت ای قرار گرفت. مسیحی هایی که خالکوبی میکنن دو هدف دارن. یک هدفشان این است که ما از آبا و اجداد خود تقلید میکنیم تا که سنتی از آنها را زنده بکنیم. یک. دوم، کسایی از مسیحیت خالکوبی میکنن که در یک تقابل با اسلام، میگه در اسلام این عمل نارواست، ما عمدن و قصدن این کار میکنیم مسلمان بدانه که ما با اسلام بر نمیگردیم، ما هرگز اسلام قبول نداریم. اکثر رسانه ها، کتب تاریخ یا سایت ها را که ببینین در 1990 یک فرهنگ برای از آنها جور شد. پس به آدرس اسلام عزیز این کار ناروا و نادرست است، جایز نیست، با نص صریح حدیث صحیح رد شده. باقی کسی که یاری به این مبتلا شد، بسا جوانهای ما ایره نمیدانند ولو در بدنشان اینها آنچی که است نقشه افغانستان است و یا نامشان است یا عکسهای ما رو گشتم است یا قلم است، هرچی که هست اگر این عمل میکنن این ناروا و نادرست است. آره یک جوان این کار انجام داده، حکمش چیست؟ برمیگردیم به جزی دومی سوالتان که نماز درست است. چرا؟ این خالکوبی میشه زیر پوست، پوست از بالا یزی میآید، پس رساندن آب بر زیر پوست ما مکلفیت نداریم. در شامی یکی از بزرگترین کتب فتوای احناف هست در عالمگیری به وضاحت نوشته میکنه که نماز با این ادا میشود ولی کوشش کنه که از بین ببره که در قیامت داغ نشود. آمدیم برای ازی که جوان آماده است که آل خودت تداوی بکنه و از بین ببره، این کوشش بکنه، کوشش بشری خود بکنه، اگر این نقش و نشان از بین رفت امیست که فبیها ثواب و اجر داره پیش الله، مورد مؤاخذه نمیشه، توبه نسوخ کرد. ولی توبه کرد با وجود کوشش ای از بین نرفت، ای داغ و نشان بان. علما میفرمایند امید است از الله متعال که با توبه نسو ایرا معاف بکنه و نمازش با خال در بدنش داره، با خالکوبی و اینا، یا تعبیر دیگری که درباره خانم ها درباره ابروچینی و غیره استعمال می شوه، ای باز شرعا امید است که الله متعال ایرا معاف بکنه. یک قسمت دیگری که خانم هایی که آنها به اصطلاح ابروچینی میکنن، حکم شرعی چیست؟ در فقه اهل سنت نوشته کردن که یک خانم است که رویش موی زیاد داره و یا ابروهایش بسیار زیاد است، قسمی که شوهرش بد میبره، از این نفرت میکنه شوهرش، نفرت داره شوهرش از این. از این علمای معاصر می نویسن که این میتوانه برای به اصطلاح جلبی محبت شوهری خود یا برای از اینکه از نفرت از این بزدایه و کم بکنه و مویای غیر از ابرو را در رویش است او را بدون کراهت به هر وسیله‌ای که دور میکنه او جایز است، او بهتر است، جایز است، باید این کار را انجام بده. مثل که به اسلام مرد ریشهش خط میگیره از رخسارش یا از زیر ریش، این کدام مانی نیست. خانم تمامی رویشه، این زیبایی از او هست، این زیبایی از او شرعاً کدام مشکلی نیست، ولی مویایی که ابروها هستن که یعنی فطرتاً و خلقتاً یک حسن زیبایی برای عزیز، این به نیت یزی بکنه که شوهر از اینا نفرت داره، بازم شریعت برش اجازه میده. اما فقط یک آرایشی هدفش باشه، زیبایی خودش باشه، جلب توجه دیگرها باشه،
باز این هم موردی لعنت قرار میگیره، شرعا ناروا هست. چی یک سهولت شریعت اسلامی برای خانم در راستای استفاده از زیورات و از ابریشم و از آلاها و وسائل آرایشی داده هست.